بنام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما علاقه مندان به دنیای برنامه نویسی من وحید رحمانی فرد هستم و امروز با سیزده جلسه از دوری آموزشی ایجاد یک وبسایت آژانس مسکن با جنگو از طریق کانال آموزشی وی Education میهمان شما خواهم بود امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجه شما قرار بگیره در این جلسه قصد داریم بریم سر وقت بحث سفارشی سازی ادمین پنلمون البته خیلی عمیق نمیشیم و مطالب کلی رو اینجا خدمتتون ارائه میکنیم که حالا دمه دستی هستن ولی بعضی هاشون هم بد نیست اونها رو اطلاع داشته باشین خوبه حالا نحوه نشون دادن لیست ها رو داریم آپدیت کردن لیست ها فیلتر کردنشون نشون دادن حالا اون لیست اولیه‌ای که داریم تغییر رنگ بندی که اصلا ما این چطور این کارو میتونیم انجام بدیم و کارهای این مدلی رو ما تو این جلسه میخوایم خدمتتون ارائه کنیم برای جلسه تکمیل حالا جلسات گذشتم گفتم دو تا جلسه دیگه من خارج از این دوره آموزشی در کانال آموزشی قرار دادم که نکات دیگه در رابطه با ادمین پنل خدمت ارائه می‌کنم البته نکات زیاده واقعا خب یه جنگو اینه که شما همه قسمت هاشو میتونید سفارشی کنید و این یکی از نقاط قوتش هست که همه چیز پارامتری که همه چیز رو اگر درست بتونید استفاده کنید میتونید مطابق سلیقه خودتون رو شخصی سازیش کنید ببین فعلا با اولین بخش این حالا قضیه آشنا بشیم که چطور پنل ادمینمون رو تا حدودی مطابق با نیاز خودمون کاستومایز کنیم خب در ادامه جلسه گذشته ما اومدیم ریلترز ها رو اد کردیم سه تا ریلتر مختلف داریم و بعد سراغ لیستینگ هم رفتیم و شش تا لیستینگ اصلی که حالا توی تمپلیت های HTML هم داشتیمشون رو اینجا اضافه کردیم و این نکته که یاد رفتش بگیم اینه که آقا ما در قسمت فوتوها فوتوی مینمون اجباریه اما شش تا فوتوی بعدی اختیاری یعنی بلک مساوی تو رو حتما قرار بدین که حالا ما اینو گذاشتیم و make مایگریشنز و مایگریت رو انجام دادیم و کارم رو انجام دادیم الان بعضی از لیستینگ ها مثلا سه تا فوتو دارن بعضی ها شش تاشو کامل دارن خب در این جلسه میخوام سر وقت بحث کاستماایز کردن رنگ آب قسمت ادمنستریشنمون مثلا بالا رو بخوایم تغییر بدیم آیکونی اضافه کنیم رنگ قسمت های مختلف لینک ها رو یا حتی مثلا دکمه هایی که هستن رو تغییر بدیم یه روش کلی برای این کار وجود داره روش استانداری هست و خیلی از اون استفاده میکنن که حالا وقتی یاد بگیم میتونید کل قسمت های مختلف ادمین پنل رو بر نیاز خودتون کاستومایز کنید حالا یه سری کاستومایز کردن های عملیاتی هم هست مثلا اینجا تو این لیست من میخوام یه سری چیزای اضافی نشون بدم فقط به جای تایتل که اون رو به جلسه بعد موکول میکنم حالا در تک صحبت خواهیم کرد به صورت خیلی مختصر و کوچولو گفتم دوره های کاستومایز کردن ادمین اریامون رو به صورت ویدیو های مجزا توی کانال گذاشتم و میتونید ببینید خالی از لطف نیست پیشنهاد میکنم که حتما اونها رو ببینید خب به این سر وقت بررسی نحوه کاستومایز کردن ظاهری قسمت ادمین اریام خب بعد شروع میایم توی دویه... در قسمت تمپلیت یه فولدر ایجاد می‌کنیم بچه‌ها مثال چیزی که ببینید که یه قسمت ادمین هم داره اونجا یه فولدر ایجاد می‌کنیم توی تمپلیت میگیم آقا فولدر ادمین خب توی ادمین میگه شما چی می‌خواید میگم من یه فایل underline رو از تو می‌خوام خب. این خب آقا من اینو در اختیار شما گذاشتم میگم که بیا اکستند می‌خوام بکنی میگه چی می‌خوای اکستند کنی میگم میرس توی base.html خب چجوری میخوای کار کنی؟ فایل های استاتیک رو لو... لود استاتیک و بعد میگیم میگیم که آقا شما یه دونه بلاک داشتی به نام براندینگ اون, اون هدر بالا اون براندینگ بچه خب اوکی اینو من داشتم بعدش میخوای کار کنی؟ میگم بیا توی این یه دونه تگ H1 قرار بده برای من به نام بعدی آیدی هم داریم آیدی مصاحبه هد Hi John BT State و h رو هم میبندیم اوکی خب سرورمون هم چک کنیم می میایم اینجا و ریفرش انجام میدیم ببینیم که عنوانی شد با این کاری که کردیم پس در قسمت برندینگش اومدیم گفتیم که آقا شما چیز هستیم این اسمی که من میخوام بهتون بدم اینو استفاده کنیم خب ما یه کار دیگه میتونیم اینجا بیام انجام بدیم حالا خب ما یه لوگو هایی داشتیم توی ایمیج که آورده بودیم توی استاتیک آی جی بحث لوگو ببین فعلا برمی داریم میگیم آقا یه تگ آی ام جی به م... من بده یه خب سورست کجاست میگیم اس ار سی مون از توی م... اینجا میخوایم استاتیک کار کنیم میگه کجا هست میگه img slash logo dot png و یه دونه حالا alt بش بیدیم می میگیم که همون bt real state یه بیت هایت میدیم هایت رو مساعی انجام میدیم و یه دونه width هم بهش میدیم و کلاسش رو میدیم برند ایمیج برند اندرلاین آی جی بعد از این هم میتونیم بزن ادمین ایریا بگیم پنل ادمینی شما اینجا بریم این رو یه ریفرش کنیم ریفرش ببینید که اون چیز اومد برای من گذاشت و من الان میتونم بیام آیکونم هم اینجا بکنم به آیدی رو H1 رو برداشتیم آره کل ما توی H1 بذاریم H1 یه آیدی هد و اینجا بگیم که سلش H1 okay. خب، اوکی اماری خروجی با هم ببینیم حالا کم بهتر شد پس اینجا ما آمدیم آیدی مون رو هم بهش دادیم خب در گام بعدی میخوایم یخ... رنگ این بخشی که حالا هستیم حالا یه بخش هم اینجا داریم بچه داریم یه آیتم هم پایین داریم میخوایم توی مایه رنگ بندی خود سایتمون باشه این کار کافی بیایم در قسمت حالا اون فایلی که اینجا اکستندش کردیم حالا base.html دمون من یه بلاک دیگه هم دارم یه خواهی که اسمش چیه؟ میگیم که اکسترا استایل. یه استایلی که من میخوام به شما بدم بعد اینجا میبینیم که ما یه دونه تگ لینک داریم حالا سویچ سوئیچ کردن بدین جنگو اس ام سخت ما دیگه همینو تایپ میکنیم روی مصاحبه استایل شیت و اچ رفش میگه ما یه فایل خواهیم داشت یک فایل استاتیک هستش استاتیک شما توی فولدر css /admin css هستید خب ما اینو بهش میده میگه آقا ما یه فایل سی داریم برای بخش ادمینمون که تو اون فولدر قرار گرفته خب اینجا میام میریم میکنیم حتی فایل ادمین رو میخواییم ادمین داد سی اس پاک میکنیم اینجا میایم میگیم که حالا اینا از کجا بعد بیاریم بیایم داخل حالا کروم یا اچ که هستیم خب یه روز داشته باشم الان من این دوره رو تموم کردم رکوردینگش رو برگشتم دارم ریوایز میکنم ادیت میکنم که آپلود کنم متوجه شدم قسمت آخر این ویدیو حالا به علت که من روی هارد اکسنال اطلاعاتمو ضبط میکنم درست ذخیره در نشده حالا شاید یو اس بی قطع شده اینها بس ای کم اینجا متفاوته حالا دیتایی که میبینید ساختاری که داره نگران نباشید ما در تو با این در ادامه دوره صحبت میکنیم چون الان انتهای دوره هستش حالا میخوام حالا لوکانفیل رو دوباره قسمتش رو ضبط کنیم ببینیم چجوری میتونیم ظاهر این قسمت رو تغییر بریم از طریق فایل CSS همین کاری که تا الان داشتیم انجام میدادیم خب من میخوام میام رنگ اینو همون رنگ برند خودم بذارم حالا برند خودم این رنگ این آبی پررنگه بود حالا اون ساب هیدینگ ها رو بیام از این سبز استفاده کنم که جای مختلف به کار رفته و یه جور حالا هماهنگی یا هارمونی رنگ ها رو داشته باشه خب برای منظور بچه‌ها اینسپکترت رو اینجا من میگه آقا شما یه دونه دیوی هستی به آیدی هدر خب اگه آیدی داری که چه بهتر همه چیز هم اوکیه میام اینجا حالا چند مدل با هم تست میکنیم میگیم آقا اگه شما یه توی صفحه اولت یه آیدی هدر دیدی بیا بک‌گراندش رو برای من بذار نمبر 10 284 ای همون سرمه. رنگ سرمه‌ای پرنگ هستش و کالرش رو هم بذار نمبر FFF سفید که بهش بیاد خب اگه اینجا بیام بچا ریفرش کنیم ببینید که این رنگ رو تغییر داد بر من هدرم رو و سفیدی حالا این هنوز سفید نشده با اینم میاد این, این رفرشتون یه وقتایی کار نکشه تاش شده نمیره اطلاعاتو بگیره بیا کنترل پنج بزنی که دقیقا رفرش کنه خب اینم اینسپکت کنم بچه‌ها یه حالا میتونم از این ابزار اینجا استفاده کنم بیا مثلا من اینو میخوام ایشو یه هدیه یه آ... یه دونه اچ وانیه که آی دی داره و توی برندینگ بزنید اینو از برندینگ بیارم مثلا میگم من یه دیوی برندینگی دارم که توش یه اچ وانی هستش خب پس کافی بیام اینجا بگم که آقا اگر که شما یک نامبر برندینگی داشتی برندینگ H1 این هم یه روش حال میتونه از آیدی خودش هم استفاده کنه روش های مختلف رو میخوایم بگیم کالر ایشون هم بیا بذارش FFF اوکی تمام یا رفرش هم بریم بکنیم ببین رفرش اوکی ایشون هم خب مورد بعدی این میخوایم رنگ های لینک ها بچه با رنگ این برند اصلیمون سرمه یکی باشه خب اینم کافی بیام اینجا بهش بگیم که شما کل آهات هم لینکشون هم a.visited visited, visited. اگه داری کالرشون برابر باشه با 10284i ای. خب بدم اگه ریفرش کنیم این رو اینجا میبینی که اون رنگش عوض شده تغییر کرد خب اینو چیکار کنیم یه حالت حالا ساب تایتل گونه هستش برای من تایتل اصلی اینجا این ساب تایتل منه به سلکت چون میام اینجا اینجا دقیقاً بچه‌ها یه دیوی با کلاس برد کرامز من میام بهش میگم که آقا شما اگه یه دیوی بودی با کلاس برد کرامز کرامز این دیو بودی قراره بیای بکراند uh, میخوایم بشه سبزه، سف... سبز حالا همون چیزی که اونجا داشتیم اینم کدش کودش C C A A 0 هستش حالا این اسمش فارسی نصفش و انگلیسی میگیم کالرمون رو هم میخوایم کالر uh, همون آبی روی برندمون باشه میگیم که نمبر ده دیویست هشتا چار ای اوکی خب نمبرم ببینیم بش. اوکی اینم اوکی شد فقط این رنگ لینک های اینجا زیاد جالب نیست یکم بیایم مشکی طورش کنیم این رنگ خود آخری تقریبا هم برد نیستش میگیم که آقا بیا دیف دات برد کرام ای هایی که تو این اصلا اونا تگ ای بودن این بچه ها کالر کالرشون برای من بزن نمبر سه, سه. یه خاکستری پررنگ اوکی با هم ببینیم بفرش. خب این هم اوکی شد تقریبا قابل مشاهده تره و قابل قبول طور البته خب بیایم حالا یه مدل دیگه کار کنیم بچه من مثلا میخوام رو این کار کنم حالا رو کلاس هاش نمیخوایم کار کنیم کلاسی که اگه من اینو اینسپکتش کنم یا این تول رو انتخاب کنیم بیایم اینجا بزنیم می میتونم مثلا بالاتر بیام بگم اونایی که مثلا کلاس ماژول داره حالا شاید ماژول یه جای دیگر هم بیاد تغییر تحول بده اما این بچه‌ها دقت کن پایین کلاس گفته شما ماژول کپشن هستی و اینلاین گروپ و h2 تو هم توی خودت داری من اینو میخوام آپدیت کنم پس کافی اینو اینجا بردارم میام اینو برمیارم مشخصا میخوام اینو آپدیت کنم و اینجا میگیم که بک گراوند باشه همون نامبر همین سبزی که اینجا داشتیم اوکی ریفرش و این هم همون سبزه برای من استفاده کرد حال کار روش هم سفید هست کاری با اون نده یا مثلا فرض کنیم من میام که لیست اینز دکمه اد لیستینگ رو می‌زنم، این مثلا رنگای پایین حالا زیاد چیزش میخوام هم حالت برندینگی که داشتیم باشه این دو تا کاری به این نداره میام دوباره اینو اینسپکت میکنیم یا همین ابزار رو استفاده کنیم میگم باتنه یعنی که اینجا حالا یکم بیام بالاتر یا من کلاس هایی که داشتم اینا هستن او اوکی دمت گرم اینا همه رو من هم بده بر میایم اینجا پیست میکنیم بعد میگیم که شما بکگراندت باشه همون نمبر 1084 ای پس باتنر باتنرم اینجا حالا کاستومایزش کردیم بیایم اینجا ببینیم ریفرش یعنی که دو تا رنگ باتن من هم تغییر کرد حالا این یکی چون کلاس هاش با اون با اینا فرق داره متفاوته هر کدوم بچا شما میتونید تغییر بدین یعنی کل لوکنفیل قسمت ادمینتون رو هم میتونه بیاین از این طریق عوض کنید و برای به حالا چیزهای خودتون اونو شخصی سازیش کنید حالا یه نمونه هاش نشون دادیم با روش های مختلف میتونید این کارو انجام بدید خب امیدوارم که از مطالب این جلسه نهایت استفاده رو برده باشین در جلسات بعدی سراغ حالا کاستومایز کردن فانکشنالیتی قسمت ادمینمون میریم در اون صحبت میکنیم حالا تغییرات کنم جلسه بعد داریم اینها رو مشاهده میکنیم که به چه صورت اینجوری انجام میشن شما رو تا یک جلسه دیگه به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار